سرخط خبرها بازنشستگان هم به معلمان پیوستند صحنه میدان میلیونی در ایران به حقیقت میپیوندد تمسخر هجاب توسط یک دندان پزشک و پاسخ پلیس فتا لشکرکشی ارتش اسرائیل برای حمله به ایران و کشته شدن دو معمور سپاه در درگیری با مردم درود بر شما همراهان کانال ایران خوشحال می شویم تا پایان این خبر ما را همراهی کنید در صورت تمایل کانال را سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در خبرنامه ما مشترک شوید با سپاس از همراهی شما مشروح اخبار تجمع بازنشستگان در چند شهر ادالتی ندیدیم فقط دروغ شنیدیم روز یکشنبه بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز بازنشستگان مخابرات در تهران و بازنشستگان صنعت فولاد در سه شهر اهواز دامغان و اصفهان تجمعاتی اعتراضی برپا کردند بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در اهواز در تجمع خود به پایین بودن حقوق و مستمری ها و مشکلات بیمه تکمیلی اعتراض کرده و خواستار همسانسازی حقوق خود شدن آنان شعارهایی از جمله عدالتی ندیدیم فقط دروغ شنیدیم تا حق خود نگیریم از پا نمی سر دادند همچنین جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد در اهواز اصفهان و دامغان نیز روز یکشنبه تجمع کردند بازنشستگان صندوق فولاد اهواز هر یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلاتشان دست به تجمع میزنند بازنشستگان مخابرات نیز روز یکشنبه در اعتراض به برآورده نشدن خواستههایشان از جمله پرداخت معوقات و حل مشکل بیمه تکمیلی در برابر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دست به تجمع زدند تصویب لایحه متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری کشوری و تامین اجتماعی یکی از مطالبات تجمعهای اخیر بازنشستگان بوده است این لایحه در جلسه علنی 24 شهریور امسال اعلام شد اما هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. پلیس فتای تهران از احزار دامپزشکی که با هجاب شوخی کرد خبر داد. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران از احزار دامپزشکی که در یک ویدیو با موضوع هجاب شوخی می کند خبر داده است و گفته است افراد مرتبط با این ویدیو شناسایی شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم داوود معظمی گودرزی گفته است اقدام این دامپزشک تمسخر حجاب اسلامی بوده و با هر گونه هنجار شکنی و اقدامات توهین آمیز برخورد می شود در ویدیویی که در روزهای گذشته در شبکه اجتماعی منتشر شده یک دامپزشک با اشاره به سگی که پارچه‌ای به سر او بسته شده میگوید ما در اینجا بدون حجاب کسی را پذیرا نخواهیم بود هجاب رایت را کنه ما گفتیم اینجا که بدون هجاب کسی رو پذیرا نخواهیم <تصفح> زدم اصلا کاب بزدم هجاب رایت را <تصفح> انتشار این ویدیو با واکنش های تعدادی از برخی کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شد و برخی از آنها با حد که حرمت خواندن این اقدام خواستار رنشد مجازات برای این دامپزشک شد. مقامات حکومت ایران که حجاب را اجباری کردن به طور معمول درباره بحث مرتبط با حجاب اجباری از جمله تنز مرتبط با آن کمپین های مخالفت با حجاب اجباری و حتی بحث های مربوط به حجاب اجباری و اختیاری که گاه از سوی روحانیون مطرح شده است برخورد سخت گیرانه دارند سازمان نظام پزشکی استان تهران هم روز شنبه چهارم دی با انتشار بیانیه از برخورد فوری این سازمان با این دام پزشک بنابر اعلام این سازمان در کلینیکی در یکی از شهرستانهای تهران مشغول به کار بوده خبر داده است. بر اساس این بیانیه عدم رعایت موازین شرعی و شعونات شغلی که موجب حق حرمت جامعه می شود تخلف به شمار می آید و مجازات آن محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی حداقل از سه ماه تا محرومیت دائم در محل ارتکاب تخلف پیش بینی شده است با وجود رعایت پوشش اسلامی از سوی اکثریت زنان جامعه تا چند سال پس از انقلاب 57 در ایران هجاب اجباری نبود اما پس از تصویب قانون مربوط از سوی مجلس و تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی در سال 62 پوشش مورد تایید میاد در انظار عمومی از معابر و محلهای کار گرفته تا رسانه‌های شد بر اساس لزوم رعایت حجاب اسلامی با نصب تابلوها و نوشته هایی در اماکن عمومی اسناف و وسایل حمل و نقل عمومی در ایران دیده می شود و در بسیاری موارد مسئولیت عدم رعایت پوشش مورد نظر حاکمیت با صاحبان اسناف و رانندگان خودرو است علاوه بر این در سالهای گذشته دهها فعال مدنی در ایران به اتهام مخالفت با حجاب اجباری راهی دادگاه و زندان شدند ارتش اسرائیل سرعت آمادگی برای حمله احتمالی به ایران را افزایش می دهد. رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهای هوایی این کشور تغییراتی را در برنامه آموزش خلبانان این کشور و در راستای هماهنگی با عملیات حمله به ایران اعمال کرده است. رهبران ارتش اسرائیل در حال تدارک به آمادگی برای روی آوردن به سناریوی محتمل حمله به مراکز هسته ایران هستند. رادیو ارتش اسرائیل یکشنبه 26 دسامبر خبر داد که آویا کوخای رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به نیروهای مسلح این کشور دستور داد تا مقدمات حمله احتمالی به ایران را تسریع ببخشد این رادیو در ادامه افزود نیروی هوایی اسرائیل در جهت آمادگی بیشتر تغییراتی را در برنامه آموزش خلبانان اعمال کرده است به گفته این رادیو این تغییرات مرتبط با مراحل پیشرفته این برنامه آموزشی است در پی انتشار گزارش های مبنی بر افزایش دو نه دهم میلیارد دلاری بودجه نظامی اسرائیل جهت حمله احتمالی به ایران پیامهای تهدیدآمیز بین این دو کشور افزایش یافته است دو فرمانده عالی رتبه نظامی در ایران رزمایش سپاه پاسداران در آبهای جنوبی این کشور را داری به تلاویو دانستند حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در اظهاراتی شلیک موشکهای بلستیک و کروز در این رزمایش را داری به تلاویو دانست سلامی همچنین از شبیهسازی تأسیسات اتمی دیمونا در اسرائیل و حمله فرضی به آن در رزمایش موشکی خبر داد محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به شنیک 16 فروند موشک بالستیک در کلاس‌های مختلف گفته بود مانورهای از پیش برنامه ریزی شده پاسخی به تهدیدات اخیر اسرائیل علیه ایران است همزمان دولت بریتانیا پرتاب موشک‌های بالستیک در جریان این رزمایش را محکوم کرده و این گونه اقدامات تهران را تهدیدی علیه ثبات و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دانست کمیته مالی پارلمان اسرائیل پنجشنبه 23 دسامبر موافقت کرده بود تا مبلغی حدود 2.9 میلیارد دلار برای انجام عملیات نظامی علیه ایران به بودجه نظامی این کشور افزوده شود این کمیته ضمن موافقت با چنین افزایشی مجموعی از سیاست های حمایتی دیگر در رابطه با انجام اقدامات نظامی علیه تهران را نیز تصویب کرد روزنامه اسرائیل هیوم هم گزارش داد که افزایش بودجه نظامی اسرائیل در چارچوب آماده سازی جهت حمله به ایران در صورت شکست دیپلماسی برای کنترل برنامه اتمی تهران انجام میگیرد شایان ذکر است که اسرائیل از مدتها پیش تهدید کرده بود چنانچه اقدامات دیپلماتیک مانع دستیابی ایران به تسلیحات اتمی نشود تلاویو اقدامی نظامی علیه ایران انجام خواهد داد بنیگانس وزیر دفاع اسرائیل از قدرت های جهانی خواسته بود به تهران اجازه وقت کشی در میز مذاکرات وین را ندهند این مذاکرات که به درخواست ایران متوقف شده بود قرار است و شمه 27 دسامبر از سر گرفته شود دو مأمور سپاه پاسداران در درگیری با افراد مسلح در زاهدان کشته شدند قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرده است که شامگاه شنبه چهارم دی نیروهای این قرارگاه در حوالی زاهدان با افراد مسلح درگیر شدند که بر اثر آن دو تن از نیروهای سپاه جان خود را از دست دادن. خبرگزاری فارس نام دو مأمور کشته شده سپاه پاسداران را مهران شوریزاد و محسن کیخایی ذکر کرده است های داخلی ایران توضیح بیشتری در مورد این درگیری نداده و از افراد مسلح تنها با عنوان اشرار کردن. قرارگاه قدس از نظر حوزه جغرافیایی وسیعی تری مناطق تحت امر این قرارگاه یعنی دو استان بزرگ سیستان و بلوچستان و کرمان را فرماندهی می کند و دو سپاه استانی سرالله کرمان و سلمان سیستان و بلوچستان را تحت امر دارد. منطقه مرزی سیستان و بلوچستان منطقه پرتنش است و روز دهم ده آذر ماه امسال شماری از رسانه های ایران و منطقه از وقوع درگیری مسلحانه بین قوای طالبان با نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در این منطقه مرزی و سقوط شماری از پاسگاه مرزی ایران خبر دادند. استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان همچنین در سالهای اخیر بارها شاهد درگیری مسلحانه میان نیروهای دولتی و قاچاقچیان مواد مخدر بوده و شماری از نیروهای پلیس در جریان این درگیری ها کشته شدند از جمله روز 27 آبان فرمانده انتظامی استان کرمان از کشته شدن عالیترین ترین مقام قرارگاه عملیاتی ابوذر این استان در درگیری با اشرار مسلح خبر داد